رژیم آخوندی در روزهای پایانی آبان گذشته بنزین رو گرون کرد. هرچند به طور ناگهانی و ساعت 12 شب این کار رو کرد، اما از چند روز قبل از اون به نیروهای سرکوبگرش آماده باش داده بود. کنار هر پمپ بنزین نیروی امنیتی چیده بود. اما قیام مردم ایران تمام محاسبات رژیم رو به هم زد. قیام شرایطی ایجاد کرد که وحشت رژیم از قیام و پیامدهای اون کماکان ادامه داره. همکارانم هم گزارشی رو آماده کردن که از شما دعوت میکنیم این گزارش رو با هم ببینیم. بعد از گزارش با یک گفتگو در خدمت شما خواهیم بود. در قیام آبان 98 مردم محروم و به جان آمده چون سیلی خروشان بر خیابان‌های شهر جاری شدند. به ویژه در حاشیه شهرها آنها مراکز سرکوب و غارت رژیم را به آتش کشیدند. رژیم آخوندی در هراس از سرنگونی با گلوله‌های جنگی به مقابله برخاست و بیش از 1500 تن از جوانان ایران را به شهادت رساند. همچنین بیش از 12000 تن از جوانان وطن را دستگیر و آنها را تحت شکنجه های قرون وسطایی قرار داد. قیام آبان ارکان حکومت آخوندی را شدیداً به لرزه درآورد. آخوندها که خود را در مرحله بسیار خطرناکی دیدند، چندین بار تلاش کردند با اعدام شورشگران قیام فضای رعب و وحشت را بر جامعه مستولی کنند تا راه گریزی از قیام پیش رو برای خود ایجاد کنند. اما با اعتراض گسترده مردمی هر بار مجبور به عقب نشینی شدند. خامنه ای در هراس از ریزش نیروهای سرکوبگرش دو شورشگر قهرمان مصطفی صالحی و نوید افکاری را اعدام کرد. اما خشم و نفرت مردم و جامعه بین‌المللی صحنه را علیه رژیم چرخاند. اکنون چشم‌انداز یک قیام دیگر هراس سردمداران و مهره‌های رژیم را برانگیخته است. حسین نورانی نژاد یکی از مهره‌های رژیم این هراس را اینگونه بیان می‌کند: آبان تمام نمی‌شود. هر از چندی یکی از زخم‌های آن روزهای فاجعه بار باز می‌شود و سوزشش جان جامعه را می‌خراشد. اما موضوع قیام در تقدیر بسا فراتر است. خشمی است که هر لحظه موجودیت رژیم آخوندی را تهدید می‌کند. روزنامه حکومتی ستاره صبح نوشته است: اگر سد خشم، نفرت و خشونت بشکند، آب پشت سد بیم و امید در دریاچه خشم، نفرت و خشونت گم خواهد شد. با هنر از مهره‌های رژیم نیز هراس خود از قیام آبان و چشمانداز انقلاب و سرنگونی را اینگونه به زبان آورده است: توانستند آبان ماه را جمع و جور کنند، وگرنه به سمت انقلاب یا انقلاب مخملی حرکت می‌کرد و اصلاً قابل جمع کردن نبود. یک سال پس از قیام آبان ماه به دلیل سیاست‌های چپ و ولگرانه رژیم آخوندی شرایط زندگی برای مردم ایران بسیار سخت‌تر شده. امری که گسترش نارضایتی‌های اجتماعی را در پی داشته است. این شرایط آنقدر جدی و غیر قابل کتمان است که رسانه‌های حکومتی نیز ناگزیر به بیان گوشه‌ای از شرایط جامعه هستند. امروز فشارها بر مردم نسبت به سال گذشته پیش از کرونا یا حتی آبان ماه 98 بیشتر و در نتیجه نارضایتی‌ها هم افزایش پیدا کرده است. عده‌ای شغل خود را از دست داده‌اند. تعدادی درآمدشان کاهش چشمگیر داشته. همچنین تورم افسار گسیخته‌ای که با آن مواجهیم هم باعث افزایش نارضایتی‌ها شده است. این نارضایتی‌ها جامعه را برای قیام‌هایی مانند قیام آبان 98 آماده‌تر می‌کند. یکی از کارشناسان حکومتی به این موضوع اعتراف کرده و می‌گوید: اگر با شرافت علمی و صادقانه با این شرایط روبرو نشویم، احتمال آن وجود دارد که ما در معرض گسست‌ها، آشوب‌ها و بحران‌های بسیار خطرناک قرار بگیریم. اینکه شرافت علمی و صادقانه در رژیم آخوندی چه معنی و جایگاهی دارد در حوصله این گزارش نیست. اما مطالبات قیام آبان نه تنها برطرف نشده، بلکه جامعه در وضعیت اقتصادی وخیمتر و شرایط انفجاری بسیار شدیدتری
از روزهای پیش از قیام آبان به سر می‌برد و هر روز یکی از مهره‌های رژیم به این شرایط اعتراف می‌کند. یک تحلیلگر حکومتی در این باره نوشته است: اگر این جنبش اجتماعی به مطالباتش نرسد، با انرژی بیشتر و وسعت بیشتر، سطح و عمق کینه بیشتر و حمایت‌های بیشتر بین‌المللی، از لحاظ اجتماعی گسترده تر می شود. برای گزارش رو با هم دیدیم. در این بخش از برنامه گفتگوی داریم با آقای مهداد هرسینی، مسئول بنیاد توسعه و دموکراسی در خاورمیانه. سلام میکنم به شما آقای هرسینی، خوش آمد میگم بهتون. سوالم از شما این استش که البته تو گزارشم خیلی گوشه کوچیکی شد باید بگیم دیدیم، علت این همه ترس و وحشت رژیم از موضوع قیام آبان چه هست؟ سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و بینندگان عزیز سیمای آزادی در هر کجا که صدا و تصویر ما رو دارن. اجازه بدین نخست تا مراتب همدردی خودمون رو به خانواده ها و بازماندگان شهدای قیام پرشکوه آبان و همچنین زندانیان سیاسی ابراز بکنیم و برای اونها صبر و برای میهنمون، مردم میهنمون و مقاومت ایران آرزوی پیروزی داریم. اما در پاسخ به سوال شما باید به زمینه ها و بستر پدیدار شدن قیام آبان یک نگاه اجمالی انداخت تا بتونیم تحلیل درستی از این نکته که شما بهش اشاره کردین، وحشت رژیم، ارائه بدیم. واقعیت اینه که قیام آبان گذشته بر بستر مجموعی از فاکتورها به نظر ما نخستین و مهمترین عامل اون بروز این خیزش بزرگ مردمی، عمق تنفر جامعه از دیکتاتوری مذهبی ولی فقیه میباشه. سخن بدون معنا هستش که جامعه امروز ایران به دلیل وجود بحران‌های عمیق اقتصادی، مالی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و به دلیل وجود فساد و دزدی‌های گسترده در رأس حاکمیت و وجود ناعدالتی گسترده و همچنین سرکوب عریان که ما الان در کوچه و خیابان‌ها داریم اون رو می‌بینیم، از هر فرصتی برای برهم زدن بساط این رژیم استفاده می‌کنه. همچنین باید اشاره کرد که مجموع اعتراضات مردمی که در بهمن 96 آغاز شد با خودش مهر تاییدی و این تنفر و بروز بحران انقلابی در جامعه علیه کلیت نظام آخوندی رو و همچنین علیه هر دو باند رژیم، اصلاح طلبای قلابی و اصولگراهای قلابی زد و در تداوم خودش به قیام آبان 98 انجامید. خاطرمون هستش که وزیر کشور رژیم در اون دوران از دستگیری حداقل 5000 نفر معترض و شهادت 35 نفر سخن گفته بود که سرانجام رژیم تونست با سرکوب خونین اجالتاً جنبش رو و اون قیام رو متوقف بکنه. اما در آبان گذشته وضعیت بسیار متفاوت بودش و بار مبارزاتی مردم بسیار رادیکالتر بود. این هم به یقین به تجربه مردم برمیگرده، به تجربه مقاومت ایران برمیگرده که از قیام بهمن نشأت گرفته بودن. گرانی بنزین صد به صد بهانه بیش نبود و این همون فرصت طلایی برای جامعه با پیشتازی عنصر رادیکالی به نام کانونهای شورشی بود که 29 استان کشور رو دستخوش جوش و خروش مردمی کرد. این سخن من بدان معناست که اعتراضات مردم در آبان گذشته از جنس لوکس نبود که به قول رژیمی ها میگن از نوع شمال شهری، بلکه ریشه در فقر، فلاکت، گرسنگی، تبعیض و همچنین فرودستان جامعه داشت، به طوری که بلا فاصله و بعد از چند ساعت به شعارهای سرنگونی علیه تمامیت رژیم و به طور خاص علیه خامنه‌ای و روحانی تبدیل شد. این رادیکالیسم و این خشم مقدس به نظر من مهمترین عامل برای هراس کلیت نظام آخوندی از سرنوشت محتومش هستش. خامنه‌ای و روحانی و تمامی باندهای رژیم که الان دارن روزه می‌خونن به عینه می‌بینن که مردم چگونه به خروش اومدن، از هر فرصتی استفاده میکنن تا بساط این حاکمیت رو به هم بزنن. میبینن که شعله های قیام با تمامی تمهیدات، با تمامی سرکوب و بگیر به بندها خاموشی نداره. مشخصا نیروی پیشتاز جنبش یعنی سازمان مجاهدین خلق با سیاست های اصولی و برنامه مترقی در صحنه حضور داره. اشرف قهرمان سرزنده تر از همیشه در میدان هستش. بستر اجتماعی با توده های دردمند آماده قیام هستند. خب در چنین شرایط خامنه‌ای باید از چنین جنبشی و از چنین جامعه‌ای بترسه و هر روز هشدار پشت هشدار بده.
به هر حال ما الان این هراس و وحشت رو در شیوه ها و سیاست های سرکوبگرانه حکومت در میادین و خیابان ها به عینه داریم میبینیم. در همین قیام آبان گذشته پاسخ دیکتاتوری به مردم ایران و معترضین غیر از گلوله چیزی نبود. شما در گزارشتون که الان پخش کردیم به گوشه هایی از ابعاد این جنایت رژیم اشاره کردیم. در این رابطه خاطرم هست که مقاومت ایران و سازمان مجاهدین حتی اسامی و مشخصات 780 تن از شهدا رو با ذکر شهر و بعضن نحوه به شهادت رسوندنشون انتشار بیرونی دادن. سازمان‌های بین‌المللی الان از وجود 18 کودک و نوجوان در میان قربانیان سخن به میان آوردن که بسیاری از اونها با شلیک مستقیم گلوله به سر و صورت به شهادت رسیدن. بر اثر این فشارهای بین‌المللی بود که سرانجام خاطر اون هست رحمانی فضلی وزیر کشور در دولت شیخ حسن روحانی تنها به مرگ 231 نفر طی قیام اعتراف کرد و تلاش کرد تا قتل عام معترضین رو به طریقی مخدوش بکنه. ولی پاسدار تقوی اگر اشتباه نکنم سخنگوی کمیسیون امنیت و سیاست خارجی رژیم بود در اون دوران که از دستگیری حداقل 7000 نفر خبر داده بود. به هر حال دیکتاتوری ولی فقیه به مانند سنوات گذشته تا به امروز از دادن هر گونه اطلاعات در رابطه با آمار شهدا از هر دو قیام و اسامی و مشخصات اونا و اینکه تحت آمریت چه ارگان و یا چه شخص حقیقی و یا حقوقی به قتل رسیدن خودداری کرده و اجازه هر گونه تحقیق بین المللی رو تا به امروز نداده. اما در رابطه با کشتار قیام آبان خانم رجبی به کرات خواهان دخالت جامعه بین المللی و رسیدن به این وظایف صرفا انسانی خودشون تاکید کردن، از جمله از ملل متحد خواستن که یک تشکیل یک هیئت بین المللی برای تحقیق پیرامون این جنایت بزرگ از زندانهای رژیم و بازدید از زندانیان و گفتگو با زندانیان تشکیل بدن. متاسفانه تا به امروز این عملی نشده. به هر حال جمله آخر این که ماحصل اون قیامی که الان به کابوس برای ولی فقیه و کلیت نظام تبدیل شده به یقین پایانی برای اون تا پیروزی نهایی مردم ایران و مقاومت ایران متصور نیست. بله ببینید، در رابطه با ابراز وحشت هایی که در رژیم میکنن حول قیام آبان 98، آیا بخشی از این هشدارها مربوط به جنگ درونی باندهای رژیم نمیشه؟ من اینطوری نمیبینم. من فکر میکنم که این وحشت های وحشت واقعی هستش. واقعیت اینه که خامنه ای راه دیگه ای به جز ترس و دادن هشدار به متولیان و باندهای سرکوبگر رژیم نداره. یک موج بزرگی از خشم و تنفر در جامعه وجود داره. به انضمام اینها الان یک پتانسیل بسیار بالای قیام در جامعه هست. رژیم در مقابل توده‌های به جان آمده و مقاومت ایران اومده گارد گرفته و تا دندون خودش رو مسلح کرده. این یک سفارایی برآمده از شرایط انقلابی در جامعه هست. نمونه های اون رو با راه اندازی انواع و اقسام تورهای پلیسی، بسیج، سپاه، اطلاعات در کشور داریم می‌بینیم. به موازاتش اهرام قوه قضاییه رو به راه انداخته و با صدور اعلام و اعدام و حبس‌های طویل مدت و فعلی به ویژه علیه زنان و علیه جوانان خامنه ای زندان‌ها رو پر از زندانی سیاسی و عقیدتی کرده. شما همین دو نمونه ای رو که اخیراً اشاره کردیم، دو شورشگر قهرمان رو که رژیم اعدام کرد، خاطرمون هست در فردای قیام این خامنه ای بود که طی یک حکم حکومتی به فرمانده های سپاه از اونا خواست که با استفاده از تجربه کمیته ها در دهه 60 در تمامی محله ها و بخش های کشور پایگاه بزنن و تورهای امنیتی برپا کنن. همچنین این خامنه ای بود که فرمان آتش به اختیار به نیروهای سرکوبگر رژیم داد. بسیج ضد مردمی که دست به کشتار مردم میزنن در اذهان مردم هنوز باقی هست. بر این اساسه که ما میگیم رژیم اومده و نیروهاشو گارد گرفته و در مقابل مردم و در مقابل مقاومت ایران سفارایی کرده. به زنان و دختران ما تو خیابان‌ها اسید میپاشن، آدم ربایی میکنن، دست به شکنجه، تعرض، ترور و قتل میزنن، اموال ملی رو غارت میکنن، مردم رو اوباش و منافق و اشرار و خبیث هر آنچه خودشون هستن مینامن. این وضعیت خامنه‌ای مفلوکه که در بنبست گیر کرده. واقعیتش اینه که حراس ولی فقیه از شورش مردم به جون اومده با کاتالیزاتور کانون‌های شورشی علیه این وضعیت کاملا قابل فهمه. چرا که سیاست‌های امید درمانی و دروغ درمانی شیخ حسن روحانی شکست خورده. برای مردم دیگه فرقی بین اصولگرا و اصلاح طلب وجود نداره.
سپاه پاسداران عملا حاکم بلا منازع در کشور شده و هیچ چشم‌اندازی هم برای خامنه‌ای متصور نیست. نیروهای رژیم هم در مقابل مردم، در مقابل کانون‌های شورشی و مجاهدین خسته درمانده، شما ببینید تا تجمعی صورت میگیره فورا دست به سلاح میزنن. خب این علامتی چیه؟ این علامت همون ترس و وحشت نیروهای رژیم از مردم و مقاومت ایران هست. بله. سخن... ببینید شما اشاره کردید به ترس و وحشت نیروهای رژیم که در اثر فشارهایی که روشون وارد میشه دیگه دست به سرکوب شدیدتر میبرن. این حرف هم مطرح است، حتما خودتون در جریان هستید که درون رژیم خیلی به هم هشدار میدن که اینقدر هم دیگه نباید ابراز نگرانی و ترس کرد، چون نشون میده که رژیم ضعیف هست و به اصطلاح در وحشت به سر میبره. اما علارغم این ما ببینیم که در رسانه های رژیم، در سایت های رژیم، روزنامه های رژیم باز پر از این ابراز هشدارها. چرا این کارو میکنن، ادامه میدن این کار رو در حالی که میدونن ضعف رژیم رو در مجموع نشون میده؟ من فکر میکنم که یک بخشی از این سناریوهای ساختگی و قلابی هستش که خود رژیم رو انداخته و تلاش میکنه که به نوعی تعادل در جامعه هنوز ایجاد بکنه و این فضای مجازی رو ببره در جامعه که گویا جناحی در درون رژیم هنوز هست که دلش به حال مردم میسوزه و خلاصه دنبال مصلحت اندیشی و دنبال صلح و صفا هستش. ولی این جناح جناح غالب نیستش. جناح غالب همون جناح هاری هستش که الان دستور، همون که خدمتتون گفتم، دستور کشتار مردم رو داده، داره روندی رو پیش میره درست به دوران پایانی شاه هستش. جامعه بعد از سالها، پس از سالها صبر و تحمل و مدارا در مقابل تمامی جنایات و سرکوب الان به نقطه انفجاری رسیده. به نظر من راه حل در مقابل این وضعیت همون کاریه که الان جوانها و مردم در شهرهای کشور دارن انجام میدن. رادیکالیسم پاسخ این خشونت و این خشونت عریانی هستش که در رأس اون خامنه‌ای قرار گرفته. از هر منظر که به نظر من به صحنه داخل نگاه کنیم، ما به بنبست رژیم میرسیم. چنین صحنه‌ای هستش که خامنه‌ای میاد عربده‌کشی منطقه‌ای میکنه، تحرکات تروریستی میکنه، شلیک موشک میکنه، دزدی دریایی میکنه، گروگانگیری میکنه و آزمایشات موشک بالستیک و پروژه اتمی میکنه. اینها به نظر من وضعیت کاملا بحرانی رژیم رو در درون داره نشون میده. صدور بحران به خارج برای اینکه در داخل بتونه به طریقی جامعه رو به مهار بکشه. سخن آخر من این هستش که ما از بحران‌های رژیم گفتیم، ما از وضعیت بسیار متزلزل رژیم گفتیم، ما از بستر قیام گفتیم، اما اجازه بدین تا به راه حل هم من یک اشاره اجمالی بکنم. به نظر من راه حل همونی هستش که آقای رجبی بارها بر اون تاکید کرده. سپاه ضد مردمی باید تعطیل بشه، باید تمام عیار مقاومت کرد، چرا که این رژیم به هیچ وجه سر سازش با مردم ایران، با جامعه ایران، با مردم، با زنان و با جوانان و با مقاومت ایران نداره. هیچ راه حل دیگه ای هم به نظر من به جز تهاجم حد اکثر همونجور که رهبر مقاومت گفتن و جنگ صد برابر وجود نداره. خیلی خیلی متشکرم از شرکتتون در این گفتگو، آقای مهرداد هرسینی، مسئول بنیاد توسعه و دموکراسی در خاورمیانه. خداحافظی میکنم از شما. متشکرم از وقتی که در اختیار من گذاشتین. پایدار باشید. خب بینندگان گرامی، به انتهای این برنامه رسیدیم. از همراهیتون سپاسگزاریم و دعوت میکنیم به ادامه برنامه ها توجه کنید. We'll be right back.